ببرینش. جاسم 210 425 0. موضوع شناسایی شد. حرکت کن. حاجی عبدوه حالش خیلی خرابه. برو کنار. سلام کنید. برو کنار. چه بزنی کنید؟ بیده کن. منم طبیبه. میتونم کمکت کنم. اجازه بده ببینمش. طبق گزارش طبیب متاسفانه اسیر فراری مرد. تاسف برای چی استوار؟ آمار قربان، ما آمار اسرا رو به ستاد اعلام کرده بودیم. آمار برای اسرای زنده و مطیعه. توجیه شد؟ بله قربان. بگو همشون رو جمع کنن جلوی ایسکا. اطاعت قربان. بازم کسی هست که نقشه فرار تو سرش باشه؟ اینو نگاش کنین. سرنوشت فراری ها معلومه. حتی اگر زنده دستگیر بشن شدیداً مجازات میشن. چرا متوجه نیستین؟ تعداد شما کمه. شما آدم های مفقود الاثری هستید که زندگی و مرگتون با هم یکسانه. پس خوب گوشاتون رو باز کنین. برای اینکه زنده بمونین باید مطیع باشین. متوجه شدین؟ منم اجازه نمیدم چند تا اسیر قانون شکنی کنن. مفهوم شد؟ بده خاکش کنم. چطور رضا؟ موندم فکر تو درسته حاجی یا کار عبدو؟ تو دیگه چرا رضا؟ تو که فکر کردن نداره. به این خاکی که روش ریخته میشه نگاه کن، متوجه میشی که چی؟ که نتیجه تکروی همینه دیگه. تکروی یعنی چی؟ ما تنهاش گذاشتیم. ما اونو تنها نذاشتیم یونه، تقصیر توه. به من چه؟ تو فکر فرار رو تو مغزش انداختی، غیر اینه؟ ببین حاجی، دو روزه که اینجاییم. تو با هر فرصتی که میشده در رفت مخالفت کردی.
نمیدونم تو سر تو چی میگذره که به ما نمیگی. چند دفعه بهت بگم با این وضعیت فرار از اینجا یعنی خودکشی. نگاه کن. پس اصل قضیه چیز دیگه است. تو ترسیدی. باور کن مسئله ترس نیست، مسئله حفظ جون بچه هاست. میفهمی؟ کارتونه بکنین. تو جون بچه ها رو بهونه کردی. ببین یونس، دست از کله شقی بردار، بس کن دیگه. مگه دروغ میگم؟ تو این موقعیت وظیفه حکم میکنه که ما از حاجی تبعیت کنیم. تو دیگه برام وظیفه نکن. بلند شین، آتیش بچه های خودمونه. طبیب یالا برو ببین اون تو چه خبره. یالا تونتر حواست خیلی جمع باشه. اطاعت. فکر میکنی بازم بتونم ببینم؟ بدونش به حسین. میدونی چیه رضا؟ هنوز یه مسئله برام حل نشده. چی حاجی؟ اوزاش خیلی خرابه. زخمی هایی که اینجا نمیدونم. به نظرت عجیب نیست هاجی؟ خیلی هم عجیبه. شروع کن. اسمت چیه؟ اسمت چیه؟ پس نمیخوای حرف بزنی؟ گروهبان؟ بله قربان. وادارش کن حرف بزنه. صبر کن گروهبان. گروهبان حمادی برای شکنجه دادن تعلیم دیده. کارشو که شروع کنه محاله بتونی دووم بیاری. سرسختی نکن، حرف بزن. من حرفی ندارم، بزنم. پس چرا معطلی گروهبان؟ کارتو شروع کن. بزن. Thank you.
چیزش نیست، بنزینش تموم شده. برو پرش کن بیا زودتر. هی محسن. چیه؟ وقتشه را بیوف. معطل نکن، وقت میگذره. یونس، حاجی گفت بیگدار با آب نزن، فکر بقیه بچه هم باش. اونش دیگه وظیفه حاجیه، نه من. پیله نکن یونس، از خر شیطون پیاده شو، خودتو به کشتن میدی. بهتره تو حاجی تو کار من دخالت نکنی. اومدنی هستی یا نه؟ من نمیتونم رو حرف حاجی حرف بزنم. من رفتم. شب نامشون پسر کوچیکم شعرم برام نوشته. هوشش بیار قربان، یه فرصت استراحت بهش بدین. زخمش خیلی عمیقه، ممکنه به دلیل خونریزی زیاد بمیره. برای ما جونش مهم نیست، اطلاعاتش مهمه. قربان، با توجه به اطلاعات مهمی که این اسیر داره، اگر قبل از حرف زدن بمیره ما مسئولیم. خودشم الان گفت حاضر حرف بزنه. بسیار خوب، در این صورت زودتر منتقلش کنید به اتاق سربازا و دقیقا مراقبش باشین. توجیه شد؟ بله قربان. ببریدش. اطاعت. تو گیر کرده، باید بیاریمش بیرون. چطوری؟ بچه ها رو بیدار کن، باید جشن پتو رو بندازیم. محسن، محسن، محسن. جوان چیه؟ یونس اون تو گیر کرده. چیکار کنم؟
جشن پتو. چی؟ حاجی میگه جشن پتو. باشو بلند شو. نفس کش. من مرض داری بچه؟ چرا میزنی؟ خوش کردم یه پاتک بهت بزنم، اگه تو هم میتونی بیا بزن. مالی پاتک بزنی؟ مالی نشون بزن. یه آرتیچی چاق میکنم. بریم اون طرف سربازه دارم میام. یه بالا دیگه جون بکن. دستا بلو چه خبر شده؟ با هم نزاع کردن قربان. چه این تو؟ افراد برن سر پستاشون. اطاعت. افراد برین سر پستاتون. کدومشون اول شروع کرد؟ متوجه نشدم قربان. گوساله تنبیهش کن. اطاعت قربان. امروز از قضا خبری نیست، تمام روز رو باید بیگاری کنید. ببرینشون. اطاعت قربان. غنیمت جنگیه واسه روز مبادا. آجی میخوام با تخ بزنم. کسی به حرفای تو گوش نمیده. این موضوع به تو مربوطه. چرا مربوطه؟ ببین به خاطر خودخواهی تو بچه ها به چه درد سری افتادن. میذاری حرفامو بزنم؟ چی میخوای بگی؟ دیشب میتونستم از اینجا برم، اما موندم تو موضوع مهمی رو بهت. چه موضوعی رو؟ زیر واگن شنیدم اون بسیجیه که دیروز آوردنش اطلاعات مهمی داره. از کی شنیدی؟ استواره به فرماندهش میگفت این اسیر اطلاعات مهمی داره که باید زنده بمونه. نفهمیدی حرف زده یا نه؟ تا اون موقع نه، ولی معلوم بود زیر شکنجه بریده و میخواد امروز همه چیزو بگه. مطمئنی؟ با گوشای خودم شنیدم. اگه بشه بفهمیم کیه و چه اطلاعاتی داره خیلی خوبه. راست میگه؟ اون با تمام بدقلقیاش دروغگو نیست. حالا چیکار کنم؟ هر طوری شده یکی از ما باید بره اون تو بهش کمک کنه که حرف نزنه. ولی حاجی این کار خیلی سخته. جز این چاره دیگه ای داریم؟ آخه چه جوری؟ باید توکل کرد. همین. بسیجی باید زنده بمونه. تو رو معطلی. شروع کن.
گوشی این بالا هست. مواظب باش. اطاعت. بیست ساله میشناسمش حاجی، بیست سال. از بچگی با هم بزرگ شدیم، یه مدرسه رفتیم و پشت یه نیمکت دیپلم گرفتیم، با هم یه دانشکده رفتیم و با هم جلوی نیروی هوایی کوکتل درست کردیم، بعدش هم اومدیم جبهه. دیگه چی میخوای بگم حاجی؟ چند وقت ندیده بودیش؟ از وقتی حصر آبادان شکسته شد. پنج مهر، کوی ذوالفقاری. رسول جون، رسول دست کن، یاد ما باش یا علی، یا علی. مطمئن نمیتونه زیر شکنجه دووم بیاره؟ رسول آدمی نیست که از شکنجه خوف کنه. مسئله ترس نیست رضا. من نمیتونم باور کنم که رسول حرف بزنه حاجی. هر آدمی ظرفیت خاص خودش رو داره، میخواد رسول باشه یا من و تو فرقی نمیکنه. این اتفاق ممکنه برای هممون پیش بیاد. با این حساب قبل از اینکه اونا وادارش کنن حرف بزنه، باید بری اون تو بفهمی چه اطلاعاتی داره. کجا؟ میخواد چشم طبیب رو معاینه کنه. بیا برو تو. اینجاست. پرسیدم کی اینجاست؟ تویی دکتر؟ بچه هم اینجا چرا نذاشتی من بمیرم؟ با کی داری حرف میزنی؟ رضا موضوع مهمی رو باید بهت بگم. من ممکنه زیر شکنجه نتونم دووم بیارم. یکی از شما از اینجا فرار کنید. چرا؟ نه، نباید فیلم دست عراقی ها بیفته. فهمیدی؟ تو نیزم کنار پل چی داشت بهت میگفت؟ چی؟ باسته سر جات؟ هنوز کارم تموم نشده. چی میگفتی؟ بگو چی بهت میگفت؟ آخرش مجبور میشی حرف بزنی. گروهبان! گروهبان! قیچی رسول! Get up, Kevin!
جناب سرباز، جناب سرباز، جناب سرباز، تا کی ما باید اینجا بمونیم؟ تا وقتی که دستور تخلیه بدن. اجازه بدین وضعیت ایستگاه رو به ستاد گزارش کنیم. افراد دیگه نمیتونن اینجا دووم بیارن. گزارش چی رو بدم؟ گزارش بدم ترسیدم؟ گزارش بدم با 60 سرباز عرضه نگهداری یک ایستگاه مخروبه و چند تا اسیر رو ندارم؟ الان موقعیت ایستگاه توسط نیروهای ایرانی شناسایی شده. اینجا زیر آتیش خمپاره‌های اوناست. چرا باور نمی‌کنین؟ افراد روحیه‌شون رو از دست دادن. باید روحیه اونا حفظ بشه. ما فاتح این جنگیم. میفهمی؟ چی؟ با یه مک سرباز خسته و دور از وطن؟ اینجا خرم شهره، نه محمره. قربان. سر جاتون. حاجی یکی از ما بعد از اینجا بره. برای چی؟ چند حلقه فیلمی که قبل از حمله باید برسه به دست بچه‌های ستاد. چی میخوای بگی؟ رسول موقع شناسایی مناطق عراقی ها متوجه شده که اونا جا به جایی کاذب کردن. یا امام زمان طوری نیروهاشون رو جا به جا کردن که وقتی بچه ها میخوان بیان جلو تمامشون قیچی بشن. متوجه نشدن رسول این اطلاعاتو به تو منتقل کرده؟ نزدیک بود همه چیز لو بره. اما فیلم ها کجاست؟ کنار پل داخل نیزار توی کیف. پس یونس کجاست؟ وقتی ایسکا زیر آتش نیروهای خودمون بود فرار کرد. درست موقعی که بهش نیاز داریم قیبش زد. هنوز نه. باید همین دوره برا باشه. اون ایزا رو خوب بگردیم. اتا Thank you.
دقت کنید که مواد منفجره را جاهای حساس کار بذارید. فهمیدیم؟ بله بود. مثلا اینجا، اونجا. محسن چیه یونس؟ بچه هم اینجا؟ آره از هم دلخوری؟ نمیخواییم با هم حرف بزنی؟ حاجی جوخه آماده هدف تمومش کنی آتش برپا گروهبان میخوام میکنن حاجی
شما حق ندارید با اون سرا اینطوری رفتار کنید. بس کنین. دستینه. بدون اینکه خودش بفهمه تمام اعمال و رفتارش رو زیر نظر میگیری و مدام به من گزارش میدی گروهبان. بله قربان. صدامو میشنوی رضا؟ آره حاجی. یونس در چه وضعیه؟ حالش خوبه؟ یکم بهتره. آب. بدش من یکم آب میخوام. در باز کنین آب. مهدی برو جلوشو بگیر، الان وقت داد و فریاد نیست. این کارو نکن محسن، بیا کنار. بلم کن. آروم باش، وضع از این خرابتر نکن. بس دیگه حرفشین، یه خبرتونه. چه برگتونه؟ یکم آب. باشه. کجا فرار کنی؟ حواستو جمع کن ببین چی بهت میگم. داخل نیزار کنار پل تو یک کیف چند حلقه فیلمه که باید اونا رو پیدا کنیم و برسونیم دست بچه ها. اگه وقت بگذره موقع حمله بچه ها توسط عراقی ها قیچی میشه. چه خوش باوری. نمیشه از اینجا فرار. میفهمی چی داری میگی؟ فکر کردی این ساده است؟ از دست گشتیاشون هم در بری میفتی تو باتلاق، از اونم که بگذری میرسی به میدون مین، اونم رد کنی میرسی به اون دوشکای لعنتی که جون بخوری تا 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 تق میدوزتت بزنی. الان قضیه فرق کرده، تا ما خودمونو به اونجا برسونیم دیگه از دوشکا خبری نیست. میفهمی یونس؟ خیال کردین عراقی ها قرص بالای پل وایسادن؟ نمیشه از کنار پل راهی برای فرار پیدا کرد؟ چرا نمیخواین باور کنین؟ از هر راهی که بخوایم بریم میکشنمون. موضوع مهمه، باید به هر قیمتی شده از اینجا رفت. اگه تو بیای راهی پیدا میکنیم. برای چی نمیفهمین؟ از هر راهی که بریم کشته میشیم. دست از سرم وردارین.
حاجی، صدامو میشنوی؟ آره، چیه؟ یونس ترسیده حاضر نیست بیاد. دیگه این حرف از دهنت در نیاد، فهمیدی؟ گوش کن ببین چی بهت میگم یونس. تو که عرضه فرار نداشتی، پس چرا دست به این کار زدی؟ میفهمی دارم چی میگم؟ من دیگه نمیخوام دستی دستی خودمو به کشتن بدم. این چه حرفیه میزنی یونس؟ اینقدر سر به سرم نظر میزنم تو گوشتا. چه بزن؟ چرا معطلی؟ نگهبان! 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 چه مرگته؟ باز چی شده؟ نزیتم میکنن. منو ببریم بیرون. بیا بیرون. جناب سرهنگ، فکر میکنید نقشه ما با موفقیت انجام بشه؟ باید موفق بشیم. ما سرمایه گذاری بزرگی روی نقب پیشینی کردیم. اونا باید توی این تله بیافتن. پس خودروها جهت انتقال افراد ما کی فرستاده میشه؟ بعد از تخلیه پایگاه پل، یک آیفا برای انتقال شما به اینجا فرستاده میشه. بله قربان. با اسرایی که همراه ما هستن یک آیفا کمه قربان. نیازی نیست بار اضافی به عقب هم کنی. جسارتن قربان، همونطور که در جریان هستید آمار اسرا به ستاد گزارش شده. هنوز آماری به ستاد فرستاده نشده استوار. پوتینای عبدوه، دلم نیومد زیر آفتاب بمونه. یواشکی آوردمش این تو، گفتم شاید به پای یکی از بچه ها بخوره. ببینن زه پات هست آقا رضا. مهدی، ببین به پات میخوره. برام بزرگه. جواد، تو ببین اندازه پات هست. واسه منم کوچیکه. حسین تو ببین. دوما توی، مبارکت باشه. جناب سروان، اجازه بدین با خودمون منتقلشون کنیم. یادت باشه در جنگ ما مسئول حفظ جون افراد خودمون هستیم تا دشمن. ولی قربان، کشتن اسرا خلاف قانونه. قانون و موقعیت تعیین میکنه، نه احساسات. این کار غیر انسانیه قربان. برای من فقط دستور بالا مهمه و بس. برو بیرون. استوار، یادت باشه مسئولیت مستقیم این کار به عهده توی. من این کار رو انجام نمیدم قربان. اگه تا فردا صبح این کار رو انجام ندی محاکمه نظامی خواهی شد. میتونی بری. ای پدر سوخته ها، ای بسیجی گوش کن ببین چی بهت میگم. به من نگاه نکن. فردا بعد از روشن شدن هوا قرار همه تون رو بکشم. رو تو برگردون.
را بیافتیم آقا رضا. نه چی شده؟ آقا رضا چی بود؟ هیچی هیچی آروم باشی. حاجی چیه؟ همه سربازا جمع شدن جلوی ایسکا. نفهمیدی برای چی جمع شدن؟ مثل اینکه دارن تخلیه میکنن. یالا را بیافت. شما هم بیان پایین. یالا حاجی میبینی؟ نظرت چی؟ قربان مراقبشون باشین. اطاعت. بله قربان. حاجی میخوان بکشنمون. چی؟ دیشب استواره گفت میخوان بکشنمون. تصمیمتو گرفتی؟ حاضرم در دادگاه نظامی محاکمه بشم اما این کارو نکنم. تا انتقالش به ستاد در بازداشتگاه بمونه. سرنوشت فیلم ها چی میشه؟ قرار نیست آیه یس بخونی حسین. زدم زمین خاکا رو بپاشیم رو صورت سربازاشو. به بچه ها بگو وضعیت بگیرن. به بچه ها بگو وضعیت بگیرن. وضعیت بگیرید حسین. به مهدی بگو وضعیت بگیرن. وضعیت بگیر. به حاجی بگو بچه ها وضعیت گرفتن. حاجی بچه ها آماده. خیلی خوب. شینید تو چاله تا بگم باید چیکار کنید. Thank you.
پشت را بیفت. توفه درش بگو یا علی. Thank you.
برا. موافقی؟ آره. بگیرش. نارنجا کامده. بیا. من میام، بریم. با تو مستی ما نگیره. بریم. تعقیبشون کنید، سریعتر. اطاعت قربان. نگفت کجا گذاشته؟ فقط گفت داخل نیزار کنار پل توی یک کیفه. علامت یه چیزی؟ یه چیز دیگه هم گفت که یادم نمیاد. اینقدر اونجا وانشتی باید بگردیم. میخوام پل منفجر کنن. نباید بذاریم. اینجا مناسب نیست. بریم اون طرف. بریم. سیما رو بده من. اتاعت. تمام سیما رو بیارین اینجا. اطاعت قربان. چند تا خشنگ داره؟ من یه خشم دارم. منم یه چند تایی دارم. آماده این. بریم بچه. ایرانی! ایرانی! زمین ساکت باش. بلم کن، بردن من بیفایده است. خب یکی از شماها باید فیلم ها رو برسونه به بچه های ستا. باشه. بلم اگه قرار به رفتن باشه هر سه با هم میریم. چرا نمیفهمی چی میگم؟ با هم میریم. منو بذار زمین. خیلی خوب. بذارم زمین. باشه. گفتم بذارم زمین. میخوام باید حرف بزنم. بذار من زمین. خب زود باش را بیافت. فیلم ها باید برسه به دست بچه ها.
تو چی کار میکنی؟ من و حسین اینجا میمونیم. رابی افت. چرا من؟ مگه از اول دوست نداشتی تو بری؟ معطل نکن. برو دیگه. چون یه بچه روش روخم باشه من رو گذاشتم تو سنگره سر راشون فقط مونده دو تا سیم به هم وصل بشه. تو هم اگه بخوای میتونی بری. شوخیت گرفت آقا رضا. جدی میگم آقا رضا، مگه قرار نیست پلو واسه عبور بچه ها سالم میگرداری؟ آقا رضا بذار بکشم از کنار سنگ، اینجا هم نیست. بلند شو بینم. چه؟ گفتم بلند شو. چه کارم داری؟ یالا را بیفت برو. میخوام پیش آقا رضا بمونم. اینقدر حرف نزن برو. مگه قرار نیست پل سالم بمونه؟ چرا؟ خب من اینجا میمونم تو برو. نگاه کن لامصبا دارن میان. گفتم بمونم با هم بریم. رفتنی تو کار نیست. نگاه کن خواستم ببینم شونه خدمتون است دکتر. شونه؟ برای چی میخوای؟ آخه موهات پریشونه. میخوای یه حکایت خنددار برات بگم؟ لابد قضیه توتیه رو میخوای بگم. نه بابا، توی تک با دوتا از بچه های امداد رفتیم بالا سر جسد عراقی ها. دیدم یکیشون زنده است، رفتم جلو دستشو گرفتم، گفتم یا اخی تو سالمی؟ در حالی که از ترس می نرزید گفت لا لا من جاسمم، سالم اونه. پس گفت من جاسمم. پسر تو هم که فشنگ تموم شده. یادگار محسنه. فکر کردی الان دخلشو میارم؟ میشه جاسمو من بزنم؟
بیا حسون تو بزن. آذری آره. از هفت دنده عقب بشمر بیا. هفت، شش، پنج، چهار، سه، دو، یک، صفر. سیماش قطع نزن. هنوز زندن. چندی چند کنید؟ به چایی ندارم.